به نظرم باز روباب خانم دست گل باب داد و این دفعه این همسایه‌شو بیرون کرده. تفلک ببین چقدر ناراحته. آره پسر خوبی هم هست. باید هر جور شده فعلا اونو ببریم تو خونه خودمون. شما که دو تا اتاق بیشتر نداریم. باشه یکی هم میدیم به این جوون. سلام آمو طبی. سلام علی آقا. به نظرم کرای خونتون عقب افتاده درسته؟ آره درسته. عب نداره پسرم، زندگی پسی و بلندی زیاد داره. فعلا بلند شو بریم خونه ما تا بعدن یه جره پیدا کنیم. دست شما درد نکنه. نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم. شما به من خیلی محبت کردید. این حرفا چیه؟ تشکر برای چی؟ این کار وظیفه هر انسونیه. تو این شهر غریبی. نمیخوام خیال کنی همه مردم مثل رباب خانم هستن. البته که نیستم. هرچند رباب خانومم گناهی نداره. من خودم مقصرم که نتونستم 4 ماه کرایه عقب افتادشو بدم. خب من با عزتون یه سر میرم بیرون و شب برمیگردم. ببینم خوشگله. چی خوشگله؟ همونی که میخوای بری بهش سر بزنی نامزدتو میگم. نه من نامزد ندارم. من میرم دوچرخمو بفروشم. برای چی؟ اگه پول بول میخوای بفروش. نه یه موضوعی که بعدم واسه تون تعریف میکنم. فعلا خدافظ. خدافظ. خدا نگهدار. زودتر بیا. من فقط همین امشب مهمونم. چشم. زود میام. خدافظ. خدافظ. پسر خوبیه مگه نه؟ 4, 5, 6, 7, 8, 9 بیا داداش خیرشو ببینی. خیلی ممنونم. خوش اومدی.
سلام. این دیر اومدنتونه؟ خیلی معذرت خواهم. رفت بودم تلفن خونه که به شهرمون تلفن کنم. تلفن کردی؟ نه، خط خراب بود. چی شده؟ نکنه ناخوش شدی؟ نمیدونم، ولی حالم خوش نیست. با اجازهتون میرم تو اتاقم بخوابم. نمیشه. انون گفت که امشب باید شام بیای پیش ما. آخه حالا هم مرغ سرخ کرده داریم هم به خدا. تو از هر کدوم خواستی بخور. بفرمایید. باشه. بی خود منتظر مرغ سرخ کرده نباش. همینه داریم که میبینی. از سلامم زیاده. شام اصل کاریمون نون و پنیر سبزی. نخودابم برای عموم درست کردم. آخه سینش درد میکنه. قسمت منم شد. به به، خیلی خوشمزه است. دست درد نکنه. کجاشو دیدین؟ من غذاهایی میپزم که انگشتاتم باهاش میخوره. خب من باهاش تلفنی حرف بزنم، ولی خط خراب بود. حالا تصمیم دارم فردا برم شهرمون. آره بیچاره. نمیدونم، شاید فکر کردم حالا که هنرستان صنعتی تعطیله برم پیشش. آخه خونه و زندگی ما تو شاهیه. شاهی؟ عالی شد. فردا فاتی هم میخواد بره محلشون. آخه فاتی و خواهرش تو سرخ‌آباد اون طرف پل ورز یه قهوه خونه دارن. یعنی از باباشون بهشون ارث رسیده. حالا خودشون قهوه خونه رو اداره میکنن. عجب. پس باید دخترای زرنگی باشن. کجاشو دیدیم؟ من آبجیم 40 مرد رو انگشتمون رو چرخونیم. اگه بیای خودت میبینی. ببین پسرم، اگه برات زحمت نی فاتیرم فردا با خودت ببر. اون سر را نزدیک قهوه خونه پیاده میشه. دختر تنها مسافرت نره بهتره. چی داری میگی عمو جون؟ من خودم یه پا مردم. میدونم دخترم، تو خواهرت واقعا شیرزن هستی، ولی با وجود این تنها نری بهتره. حق با عمو تقیه. فردا صبح میریم راه آهن و بلیط میگیریم و حرکت میکنیم. چه جو؟ نمیدونم، یا سرم گیج رفت. رنگت هم پریده. پاشو برو استراحت کن، باید صبح زود راه بیفتیم. به این قنجا خوب بخور صفت ساکت. دست درده کن. بهتر شدی؟ آره. خب باقی حرفتو بزن. داشتی راجع به اومدن ترونت حرف میزنی. من که همه رو برای تعریف کردم. سماور قهوه خونه خراب شده بود، اومدم سماور بخرم. چقدر سرت داغ شده؟ به نظرم تب کردی. برم برات قرص پیدا کنم. نه خیلی متشکرم، تو امروز خیلی برای من زحمت کشیدی. خب داشتی از خواهرت برام تعریف میکردی؟ آره. طفلک معلوم نیست این چند روز که من نبودم قهوه خونه رو دستنایی چجوری چرخونده. حتما تا حالا دیوونه شده. دیوونه شدم. یه کمی یواشتر آسیابم به نوبت بابا. به بفرما. الان میارم. بفرما. بفرمایید. تا که نبتونه قهوه خونه رو به چرخونه بیچاره درش رو تخته کنی گل خانم. جون من، هر کی میخوره نون و پنیر تو دیگه سرتو بذار بمیره. بفرما خانم جون، این مال شماست. به نظر من اگه دو تا شاگرد خوشگل مثل خودت بیاری کار برات خیلی ساکه میشه. آره، اما میترسم قیافه قزمی که تو رو ببینن و از سر سکته کنن. آخه شما ها که پس گلی بر نمیان چرا با شوخی میکنی؟ بینم گلی، میگم نکنه آبجیت شوهر موهری تو تهرون به تور زده که اینقدر دیر کرد. قربون دهنت ابرام آقا، خوب شد یادم انداختی. قراره امروز بیاد. بینم قطار کی میرسه ها؟ اگه تأخیر نداشته باشه نیم ساعت دیگه میرسه. خب پس بهتره من زودتر برم. آها قهوه چی؟ چیه؟ دودانه چایه. کوف بخوری. یه خورده دندون رو جگر بذار الان برمیگردم. نایمدی. ارث و میراث هم به تو نمیرسه. مرده خوره بعد وقت. حالا خودم واسه تو چای میریزم. هی یالا.
والا بی خود تعارف نکن. تو با این حالت نمیتونی بری. باید یکی دو روز پیش ما بمونی تا حالت خوب بشه. نه مزاحم نمیشه. باز گفت مزاحم. بابا این حرفا تو ماها نیست. الله گلی جون سلام. سلام فاتی جون. چرا نمیای پایین؟ بیا بالا کارت دارم. اومدم. سلام. سلام فاتی جون. سماور خریدی؟ آره تو کوپه. زمنان باید با یه نفرم آشنا بشی. کی؟ بعدن برات میگم. عمو تقی منو دست اون سپردی. از درون که را افتادیم حالیش زیاد بد نبود، اما حالا خیلی خراب شده. نمیتونه تا شهرشون بده. باید هر طور شده یکی دو روز اینجا نگرش داری تا حالش خوب بشه. بریم ببینیم کی. بریم. علی آقا، علی آقا بلند شو بریم. آب جون اومده. نگاه کن. سلام خانم. سلام آقا. بلند شید. زود باشین، الان قطار حرکت میکنه. اجازه بدیم. اجازه دیگه بی اجازه. هر کاری من میگم باید بکنی. آخه دیگه آخه اوخم نداره. مگه با این حالت میتونی تا شهرتون بری؟ پاشو اینقدر ناز نکن. نمیدونم چی بگم. به دو تا دختر خوشگل چی میتونی بگی آخه؟ یالا بجون دیگه. نه میترسم تکون بخوره حالش بدتر بشه. چی شد؟ چرا وایسادی؟ هیچ. ببین چی میگم، تو اونو ببرش خونه تا من برم حکیم باشی و خبرش کنم بیاد. خیلی خوب. زود باش را بیفت. نگاه کن. به حکیم باشی بگو منم اومدم. حکیم باشی وارد میشود. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. علیکم سلام. بشین. بشین. اون چه؟ جوان یه ملاقه دو ملاقه بده به این دو تا جوان. حکیم باشی جان. جان جانان این برای یک دیده بزن. چیه جانم درد ایشان در کشی گفت بگو من. عرشیدی جان بودو زود بش بده سلفات دو زود. چش 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 مداواد میکنم تخم و مرغ و مال کیه؟ معلومه که مال ماست. دید زدم سی تا بالاست. آره شیدی جان. جان جانا سه ملاقب بده با ایشان. چش برو جانم به سلامت. آفرین به این تبابت. قلبشم تونتون که داره میزنه. مثل این که آسپاسه این بابا. پس الهی گردنش هم بشکنه. آرشید جان دیگه ایشان نمیخواد گلگاب زبان. بش بده سلفات دو زود تا مرخص بشه زود. بش بده سلفات دو زود تا مرخص بشه زود. چش چش بشین بابا. حالا بریم به حیوانات هم یه سری بزنیم. چه اولاقی قلچماقی، چه دومی عجب دماقی، این اولاقی چه چلاقی. آرشی جان جان جانا این اولاقی
ملاقه یه ملاقه. چش جانی جانن چیه دردش؟ کی آوردش؟ این قشنگه هست باهاش توی جانم، جانی جانم الان میدم دواش واسه این که توی باهاش زوده زوده میدم شفاش این قضا توپی نیا دیگه بل کن جونه با نگاه کن رشید به اینجا قوزفش درد میکنه اون قشنگه به رشید جان داره چشمک بزنه اون اگر تو راو میخواد بذر جانش در بیاد اون اگر تو راو میخواد بذر جانش در بیاد حکیم باشی حکیم باشی بودو بودو که چرا بودو هم جان؟ یه مریض بدحال هست که باید بیای بالا سرش بنده وقت ندارم جانم قبلا باید از منشی من وقت ملاقات بگیری نمیای؟ نه نمیای که تو بمیری اگه بیام خیلی خوب پس اینو بدون که فاتحی هم از تهرون اومده آخی اخ جون وادی جون وادی باری ندا میدم چطور شد آقا کجا تشریف میبارن؟ پیش فاتی جانم فاتی جانو درد بیدرمند بلا گرفته یه کاری نکن تمام این سلفت سودر تو شکمه تو قلی بکنم آخه مرتی که تو شکری به نمزد بنده میگی جان پوشو بابا نه به باره نه به داره نمزد بنده میای یا نه حیف که کار دارم مثلا اگه کار نداشتی چه کار میکرده هیچی من با تو جگر میدوانم بکنم اگه نمیای من برم میام چشم چشمای بندم کور میشه آخه ناب و سلب و سرم داره میترکه برو سلفت سود بخور جانم بابا آرشی جان بهترین دواها رو وردر تا بریم خدمت مریض گولی جانم منظورت همین کلکاب زبون و سلفت دیگه آهانیه پس تخلیف و بخیه مریضا چی میشه؟ الان دستورات لازم را میدیه و تمام مریضای دست راستی کلکاب زبان بخورن و مریضای دست چپی سلفت سود حق معالجه رم بعدم برای بنده بیارید بریم جانم کجا داری میری؟ من حالم خوب نیست حکیم باشی درک سلفت سود بخور جانم این خانم سه روز وقت ملاقات گرفته ویزیتم سه برابر داده باید برم سر مریضش ما آمدیم کسی چادر سرش نباشه بفرمایید سلام فاتی جان بیا توره بودو آمدم سلام فاتی جان سلام سلام الهی که اون درد بلایی تو بخورد وسط سر خود اول مریض بعد عشق بازی نه خیر نمیذاره با کار ما برسیم ده برس مریض چرا سرته کرد لحف پرسیه رو بزنی کنار قلبش کجاست اوه چی شد قازت گره؟ عجب طبی داره ره 82 درجه بالاست ببینم این جوان تازگی ها عاشق پاشق نشده چرا پرت و پلا میگی من؟ بس تو حرف زدی بسر یه ملاقه گلگاب زبان بده بهش گلگاب زبون؟ میخوای سلفت سود بدم سلفت سود؟ خب بله دی قربان مریض بنده یا با اون معالجه میشد یا با این دی یا با هیچ کدوم ها قدل خداحافظه رو میخونه لا اله الا الله لیر نمیشه تو حرف نزیری ها نه ای سنگ سوبال بابجی من میرم قهوه خونه مشتری ها رو را بندازم حکیم ناشی جون جان دیر کارت که تموم شد بیا پیش من چشم کارم تمام شد آمدم تا ببینم روی ماه تو دیرنیری منم آمدم تا ببینم روی نخت تو دیرنیری خدایا خودت این جوانو شفا بده فاتی جان بکار مشتریم بر تشنه شا حکیم ناشی جون جان حکیم باشی جان یارو بذار جلوی مشتری چشم نایگه حکیم باشی فدای تو باشد چشم الان پشت با بفرما قربان اینم یه چای سنگ پهلو بفرما قربان خدا افتادش این دوانه گلو
گوش کن چی میگم، خوب همه جسه نگشی. باش پیدا شد. با جانتون نباشد، با مرگ رشید من اگر بخواد بیادبانه با تو حرف بزند اونچنان توی فکش میزنم. آجبا که... چی داری حرف میزنی؟ سلام عرض کردم قربان، مخلصم. رجب پاشه های موزعیم است. فتی جان میگه دخیرن پاشه های موزعیم زیاد فراوان است. اوخ یه دنی اینجا نشسته با نظرم. آها کشتم جفتش. اوخش دیدی زدم؟ بالاخره اومدی ها؟ یه چایی بردار بیار بینم. با اجازی جناب علی. بایده من اون چوب جنازه ره. دلم میخواد این چاییو با دست خودت بدی من بخورم. نمیترسم رو دل کنی آخ پسر. آی خدا! ای وای ترش کرد. بله اون بیسم چوبی داده بگیرم. یواش آتوش. این بی خودی میخنده. چایی بزنم. چش. یا. بفرمایی. ای بابا جمعی شکرم. بابول هوایج خودت به من کمک کن، من هیچ وقت از این در ناامید بیرون نرفتم، حالا اومدم که سلامتی اونو از تو بخوام. اگه علی از رخت خواب مریضی بلند بشه و خوب خوب بشه، من 5 تا شمع اینجا روشن میکنم. بله جریان اینجوری بود. خلاصه به جان عزیزی شماها، به مرگ تو رشید با دست خودم کفن کردم. اگه بخوام دروغ بگویم. ببینم منو کفن کرده؟ مثلا عرض کردم آقا زده. مثلا بده من چایی را مثلا عرض کرده. خود ارم که دیگه نیست و آدمه. اگه درست آدمی حسابی بود چقدر جانشو دوست داشت. تو چخانه تو بکن. خلاصه وقتی رسیدم بالا سر مریض، یه هو دیدم انگار خانه خراب 25 سالگه مرده. عجب. نه نبزش میزد، نه نفسش در میامد، نه قلبش تلاپ طلوب میکرد. ولی به محض این که پامو گذاشتم تو اتاق بالا سر مریض، دیدم مشتی سلای ناخوش. یک دفعه چشمشو باز کرد، من نگاه کرد، گفت جناب حکیم باشی سلام. پیچو آفیت باشد. نفهمیدم منو مسخره میکنی؟ اختیار این بار چی داری بگی؟ شما خودتو مسخره هستی. ایوهنس شهرت باشی. حالا من الان اینی میکشم، پوستشم گلفتی میکنم تویش گل گبزه بند میدیم. نامرده اگه مردی بایسته دی نامرده بود داری یه بایسته دی نامرده چی غلی بایسته بایسته دی من پوست دورا بکنم دوره نامرده یه با اخ ایلای صاحب اگه راستی ببینم گلی کجاست؟ یه چند روزی یه کمتر تو قرار خونه پیداش میشه. مریض داشتی سه شبه تموم از بالایی سر اون تکون نخ، اما امروز با گاری رفته از ده پایین یه خود زغال بیار. خب حال مریض چطوره ها؟ بهتره. امروز را افتده. Thank you.
برو دهنه از تو بگیر. توی علی سود باش الان قطار میرسه. Thank you.
عالم سفر را اینجا آوردی. زیده بر گرام پول نداشتم قرض کردم. سلام کجا؟ فاتی جان نه فاتی هانی آدم تو خونم داری نه بابا شوخی کردم این شوخی هم سرش نمیشه جان کوفت کاری شوخی ناموسی نداری ما اون مال منه پس یواش اکی ببینم تو حالت خوب شده میبینی که خوبم راست میگی ترتم بریده الهی صد هزار مرتبه شکر همون چیزی که از خدا میخواستم وای خوب شد یادم اومد چی یادت اومد همین الان برمیگردم قبول باشه به نظرم برای کسی چیزی نذر کرده بودی درسته؟ آره برای تو نذر کرده بودم که اگه خوب بشی 5 تا شم اینجا روشن کنم متشکرم تو خیلی به من محبت کردی نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم به هر حال من باید امروز از اینجا برم اما تا آخر عمر خوبیای تو رو فراموش نمی کنم چی شده باری؟ تو میخوای بری؟ آره جریان پدرمو که برات گفتم باید حتما برم ببینمش ببینم تو ناراحت شدی آخه امشب شب عیده ما رسممون نیست که مهمون از خونمون بریم خب من که مهمون نیستم ولی من دلم میخواد امشب تو بمونی میخوام پای حفصینی که من میچینم تو هم باشی آخه مرد حسابی زدم آم اینم شد حفصین ساتور و سپایه و سنگ پا و سنگک و چنگک شد حفصین آخه تو که نمیفهمی این هر کدام بلرد یه کاری میخوره دلم میخواد با این ساتور گردنت بزنم بعد تو رو بادرم با چنگک آویزنت کنم بعد تیکه تیکت بکنم گوشتت بکشم به سیخ و بذارم رو سپایه سرخت بکنم
اون وقت با سماق و سنگک تو را بخورم. پس تو تا حالا آدم خور بودی و ما نمیدونستی؟ لا اله الا الله، ببین شبایدی میزنیم و راحت باشیم. آخر یه تو با هفتین چی قدری آخه باسر؟ اتفاقا باید کار داشته باشم. آخه وقتی سر تعویل میشه ما از کجا بفهمیم؟ یه رادیو شکستم داشتی که بخشیدی به فاتح جنم. ها چشمت کور شد، دلم خست. فاتی جان منه، عمر منه، دیدی؟ شیشی که پپورن دستنه. لا اله الا الله، کاری بکن بزنم تو رو داغم بکنم مغزتا. آفره در منه بزنی؟ نه خیر، این مغز بی صاحب منه بزنی. حالا بیا دیدنی بکنیم، بیا. هنوز که عید نشده. من خیال میکنم شده، توپ مادر رفته، بیا جلو، بیا. بیا دی بالا، بیا نازل نکن. این شما مبارک. خیلی خوب است دیگه. ایده منه ور منه. ایدی؟ بله. برو یه ملاقه گلگاف زبان به حساب بنده بخور. گلگاف زبان؟ بله دی، نمیخوای سلفاده سود بخور. اگه نخوری پاشی من میشم ها. توجه بفرمایید، 40 ثانیه به آغاز سال نو مانده است. پارسال این وقت بابامون زنده بود، یادم درست روبروی من همین جای فاتی نشسته بود. در عرض یه سال همه چی عوض شد. بابا رفت و راحتی و بیخیالی مام تموم شد. بعدشم من و فاتی مجبور شدیم واسه یه لقمه نون کار کنیم و با این آدم های جور با جور سر و کله بزنیم. حالا میفهمیم پدر و مادر چه نعمت بزرگی هم. خدا رحمتش میکنه. میدونی؟ به نظر من که کار کردن عیب نیست. بله، ولی برای دوتا دختر تنها خیلی سخته، اونم میونه این همه گرگ. درسته، ولی شما خودتون نشون دادین که یه پا شیرزنی. آغاز سال 1349 خورشیدی. عیدت مبارک آبچی. پیشرفت و سعادت ملت ایران. برای تو هم همینطور. ببخشید علی آقا، مبارکا باشه. عید شما مبارک. امیدوارم امسال بخت برای این خونه رو بزنه. آی گفتی، اصلا نمیدونم مگه این حکیم ناشی لعنتی دستش چلاقه که بیاد در بزنه. من که واسه شوهر دلم لک زده. نه ترس، من به دلم برات شده امسال حتما یه نفر میاد سراغت. اگه اسرائیل نباشه خوبه. خدا نکنه دختر بیاد هم تو شیرین کن. بفرمی. متشکرم. رسول هم به هم میخوایی به قدر خونه بزنم حالا؟ آره ممکنه مشتری بیاد. خیلی خوب بارم. بیا این نقل از دست من بخور. میدونی دلم میخواد این لحظه رو هیچ کدوم فراموش نکنم. این که معلومه من هیچ وقت یادم نمیره. ولی ولی چی؟ ولی تو وقتی از پیش پدرت برگشتی میری تهران، تو شهر بزرگ با دخترای قشنگش دیگه جایی برای گلی باقی نمیمونه. نه تو اشتباه میکنی. بعضی هستن که گلای وحشی صحرا رو خیلی بیشتر از گلای تربیت شده دوست دارن. من از اونا هستم. من تو رو از تمام دخترای دنیا بیشتر میخوام. میخوام تو برای همیشه مال من باشی. باور کنم. باور کن. آرزوی من اینه که یه روزی با تو زندگی کنم. فقط اجازه بده چند روزی برم شهرمون ببینم چه اتفاقی برای پدرم افتاده. زود برمیگردم. فکر میکنی برگردی؟ آره مسلمه، من دل و جونم اینجاست. به محض اینکه کارم تموم شد میام پیشت، قسم میخورم. حرف تو باور میکنم. منم قسم میخورم تا روزی که بیای چشم به راهت بمونم، حتی اگه اون روز روز قیامت باشه. قسم میخورم تا دنیا دنیاست غیر از تو هیچ کس رو دوست نداشته باشم. هیچ کس رو. دست خر کتار، این گل مال منه. بندی این گل را برای نامزد من میخوام. جناب علی برای کی میخوای؟ منم برای نامزدم میخوام. نامزدت؟ اون کدام دیوانه ایست که میخواد زن میختبیلی پای خروس بشه؟ فاتی جون تو چشت چارت داشه. اگر یک دفعه دیگه اسم فاتی جان منو بیاری اون چشمت در میارم.
فاتی جون الهی قربونش برم. اگر دل جرأت داری یه دفعه دیگه بوتم ما خودی بریزم وسط بیابان. فاتی جون فاتی جون فاتی جون تو بزن مخمو بریز دیگه. تو اصلا مخ داری؟ حکیم باشی حکیم باشی، گاوه من حالش به هم خورده، به نظرم میخواد بزاد. با من چی مربوطم؟ مگه من مامای گاوام هستم؟ پس من چیکار کنم؟ نکنه رو دل کرده باشه. نمیدونم والا. ببین چی میگم، امروز روز تعطیلیه، اگر میخوای من بیام سر مریض باید ویزیک منو پنج برابر بدی. باشه حکیم باشه. خیلی خوب گوش کن رشید، ببین چی میگم. بله. فوری بودو یک بشکه سولفات سود غلیظ درست میکنی میدی گاو این بابا بخوره، شاید رو دلش باز باشه. یه بشکه؟ بگو تو بمیری. تو بمیری خودت بمیری. چرا؟ میخوای منو بفرست دنبال نخودزی خودت بره دنبال فاتی جون؟ جوان مرده بعد اسم اون آوردی الان حسابت میرسن دیگه از این غلطه نکن. حکیم باشی چطور شد؟ آبشی گشتن جلو شد بایست حکیم باشی. چیه؟ تو داری گریه میکنی؟ دست خودم نیست، نمیدونم چرا دلم شور میزنه، به دلم برات شده که دیگه تو رو نمیدونم. آه تو رو خدا اینطور فکر نکن، من سر هفته برمیگردم، دلم میخواد وقتی از قطار پیاده میشم تو رو ببینم. باشه؟ باشه. باریکلا دختر خوب، حالا بیا باید چمدونم رو ببندم. میشه این عکس رو بدیش به من؟ آه چرا نمیشه؟ بیا مالتی. ببخشی خانم، علی آقا منزله؟ علی آقا؟ نه خیر، اون چند وقتی که از اینجا رفته. ده چرا از اینجا رفته؟ میدونین چهار ماه کرایش عقب افتاده بود. و شما بیرونش کردین؟ بله. چاره ای نداشتم، اگه این یهش سنار کرایه رو نگیرم از کجا زندگی بکنم؟ کرایه اون چهار ماهش چقدر میشه خانم؟ من پدرشم، میخوام پولشو بهتون بدم. راست میگی؟ قابلی نداره، 320 تومن میشه، ولی شما هر چقدر دلتون میخواد بگید. نه همشو میدم، بفرمایید. دست شما درد نکنه. فقط اگه دیدینش بگین پدرت اومده تهران، بیاد میدون حجره میرزا حسین منو ببینه. چشم. خداحافظ. خداحافظ. کدوم بدهی؟ خیال میکنی به من روغن درد فروختم؟ البته که تو اون وقت که اومدی با آقای منو 5 سال اجاره کنی این حرف رو نزدی. برای اینکه اون موقع خیال میکردم استفاده میبرم. خوب خودت شاهد بودی، سال اول سرما تمام پرتغال رو رد بین بود، سال دوبام که محصول کم بود، امسال که پرتغال زیاده مشتریش کمه. تو فکر میکنی من این 450,000 تومان از کجا باز بیارم؟ من چه میدونم، هر کاری یه وقت ضرر داره یه وقت منفعت. تو باید اجاره منو بدی. بفرمایی کف دستی که مو نداره داداشم، بکنش دیگه. من فتولا خانو میشناسم، اون توی شمال 7-8 باغ مرکبات داره که خیلی میارزه. حالا دعویشو سر چیه؟ میرزا حسین باقای اونو 5 ساله اجاره کرده، اما تا حالا یه تک قرونی بهش نداده، برای همینه که روز جمعه اومده داد و فریاد میکنه. مگه اجاره نوبچه رسمی نره؟ چرا؟ اما بیچاره راچای کارو بلد نیست، وگرنه میتونه 2-3 روزه پولشو وصول کنه. ببینم بابا، تو گفتی باشه آشنایی؟ بله، الان 10 ساله که من اونو میشناسم، هر وقتم میرم اون طرفا چند روزی منو نگرم میداره. بوی پول بدم آقام خورد بابا. چطور؟ اگه ما طلبشو وصول کنیم، خودمونم میتونیم یه لفتریسی بکنیم. وارا بابا بالم کوتره داری، چه طلبی چه پولی آخا؟ حالا میبینی ازت بگیرم پدرت هم در میارم. پدر منو در میاری؟ به منی فا شیورا ببینم بابا اتاره داری. مال مفخور، مال مفخور من یادم.
چی شده؟ بابا مگه خدا رو خوش میاد با مردم اینطوری رفتار میکنی؟ نگاه کن بابا سرش داره خون میاد. اصلا این مردم دین و ایمون ندارن. آقا اومده طلبشو بگیره باهاش اینجوری معامله میکنن. بفرمایید. این یه قطره که برای قلبشون نوشتم. چند روزی هم باید استراحت کنم. قطره. با اجازه خدا حافظ. خوش اومدی دکتر جون. خوش اومدی. دستت درد نکنه. خیلی بهتون زحمت دادم آقا مرتضا. باید ببخشید. این حرفا چیه؟ خونه خودته. تا وقتی تهرونی باید همینجا بمونی. دیگه حرفش هم نزنی. ما خودمون براتون وکیل میگیریم. طلبتون هم 5-6 روزه وصول میکنیم. راستش میدونین من بیشتر برای این اومده بودم تهرون که شب عیدی پیش پسرم باشم. ولی اون خونه‌شو عوض کرده بود. منم نتونستم پیداش بکنم. شاید اونم اومده پیش شما. من همین الان با آدرس منزلتون تلگراف میزنم. اگه رفته بود اونجا فوراً بیاد اینجا. با اجازه. خیلی ممنون. خدا حافظ بده. مواظب فتوله خان باشی یا پذیراییشون با توه. چشم دادش جون. آره. بفرمه. خیلی ممنون. زهره دخترمه. ده به. ماشاءالله. چه دختر قشنگی. کنیز شماست. البته اگه ما را قابل بدونی. سلام پسرم. حالت چطوره؟ ببینم بابا خونه هست؟ من نایم پیش تو. منظورتون چی؟ الان 3-4 روز میشه رفته تهرون. سلام آقا. بفرمایید این تلگراف مال شماست. از تهرون اومده. از بابا؟ امضا کنید لطفا. منزل مرتضی خانم حالش هم خوب نیست. من باید فوراً برگردم. بهتره با طیاره بری. آره فکر خوبیه. ببینم آقا جون شما پول داری؟ 200 تومان دارم. بسه؟ بله فقط برای بلیط هواپیما میخوام. ببینم شما مرتضی خانم میشناسی؟ پدر دوست آشنا زیاد داره که من نمیشناسم. مگه آدرسشو ننوشته؟ چرا بازارچه نایب منزل مرتضی خانم. ببخشید منزل مرتضی خان اینجاست؟ بله حتما شما پسر فتح‌الله خان هستید. بله همینطور. بفرمایید خواهش میکنم. مرسی. بفرمایید. جریان طلب منو که از میرزا حسین میدونی پسرم مرتضی خان و اکبر آقا رام وکیل گرفتن. همین روزا ممکنه تمام پولمو وصول کنن. من اکبر آقا خیلی ممنونم. این حرفا چیه؟ وظیفه‌مونه. اختیار دارین. ولی شما از دوستان خوب پدر من هستین. خواهش میکنم. متشکرم. درست حواستو جمع کن. این پسره رو چند میلیون پول خوابیده. قابشو بدوزی. دلت خوشه داداشا. پسر اصلا به من نگاه نکرد. نگاه کردنش مهم نیست. پولاش مهمه. شاید اصلا دلش پیش کسی دیگه ای باشه. Thank you.
پس پسرم عاشق شده. اینطور که تو تعریف میکنی باید دختر زرنگی باشه. هم زرنگه هم تا دلتون بخواد ساده و نجیبه. درسته، دختری که بتونه تو این دور و زمونه نون خودشو با پاکی در بیاره ارزش داره. ولی من دلم میخواست تو با دختر آقا مرتضی عروسیم کردی، چون اونا خیلی تو این مدت به من محبت کردن. به هر حال خوشبختی تو بالاتر از این حرف هست. هر چه تو دوست داشته باشی منم دوست دارم. ممنونم بابا، گلی از اون دختره یک که شما حتما میپسندید. پس چرا معطلی؟ فوراً براش کاغذ بنویس بیاد اینجا، میخوام عروس خوشگلمو ببینم. همه چی رو فکر کرده بودم الا این یکیو. فکرشو نکن، برای سنگولب کردن این دختر هزار جور ترک میشه جور کرد. مثلا کارت نباشه، واش تماشا کن. کاج میری؟ دارم واسش قلیو میبرم. لازم نکرده، این دفعه استولا میبره، صداش کن بیا. من اومدم لوکشو بفرمایید. باری کلا پسر. ببینم تو میدونی صندوق پست کجاست؟ آها این بغل دستی. ببین کاغذو بنداز پست. این 5 تومن هم خواهد. یه شما گرد نکنی ولی کم بودش ها. وقتی این نامه به دست گلی برسه نمیدونی چقدر خوشحال میشه. تموم شد، همه چی تموم شد، بالاخره محکوم شد. قرار شد تمام بدهکاریاشو یه جا به هم بده. همین روزا کلی پول. چی شده پسرم؟ برای چی ناراحتی؟ آو اصلا یادم رفته بود. آخه چطور شد که گلی جواب نامه های تو رو نداد؟ یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ راستش نمیدونم، دارم دیوونه میشم. یه عمو هم تو تهران داره، رفتم ازش سراغی بگیرم ولی بدبختانه اونم از اونجا بلند شده بود. چرا خودت نمیری پیشش؟ شما اجازه میدی؟ حالتون خوب شده؟ به من احتیاجی نداری؟ معلومه که احتیاج ندارم. تو بهتره بری به زندگیت برسی. فوراً برو با هر وسیله‌ای که هست خودتو بهش برسون. ببین چی شده، شاید اتفاقی افتاده باشه. خیلی خوب باشه پدر، همین الان حرکت میکنم با هر وسیله‌ای که شده. تا یه هفته دیگه برمیگردم، قسم میخورم برمیگردم که با هم بریم تهران. برمیگردم، برمیگردم، برمیگردم. مگه خبر نداری؟ برامون از سرون سفایی بهداشت فرستادن. فسنون حکیم ناشی آجو شد. مثل که یکی دو روز پیداش نیست. آره رفتم به ایبال مریضی. بلند
خبر شو. چیه شو؟ علی اومده. علی تو قطاره. اشتباه نمی کنی؟ نه بیا خودت ببین. بعدن وقتی حکیم باشی سواد نداشته باشی میخوای سفرعلی داشته باشی؟ سلام علیکم سفرعلی. بله سفرعلی. بیا حکیم باشی عینکش همراهش نیست، نمیتونه اون تابلو رو بخونه، تو میتونی؟ البته. نوشته سازمان سپاه بهداشت گروه سرخ‌آباد. نفهمیدم از کی تالا آقا با سواد در شده؟ معلومه، من شبا پیش سپاهی دانش درس میخونم. بارو انشالله تو کجای کاری حکیم باشی؟ مگه نفهمیدی سفرعلی چی گفت؟ عوض منو تو دکتر ورز زدن، دکتر حسابی. مگه من نه حسابیم؟ ببینم تا الان کدام مریض از دست من سالم در رفته؟ خلاصه دیگه نون موف خوردن رین تن تن. نون موف؟ پس این گول گاب زبانه اگه میدادم حساب نیست؟ الان میرم آی دکتر با مغز از اینجا میدازم بیرون. مگه یادت رفته این خونه رو مردم به ما دادن؟ حالا هم دلشون میخواد بدن آقای دکتر. ببینم تو رفیق پلنگه سی من خره. بنده جد آباد هم حکیم باشیم ولایت بودن، این شغل به من ارث رسیده، حالا ولش کنم برم. اصلا میدونی چی؟ من یکی نیستم، این مشکت، این هم سطل سلوفات دوسوله. منم همین الان میرم شاگرد فاطمه میشم و کار میکنم. رفتم تو رفتم. وایسه ببینم، وایسه منم میام. بیا من میخوام بیام فاطمه جانم ببینم، سوغاتی اگه خریدم بیش بدم. کما قصد تو یعنی کردن ای خدا چرا نمیزده؟ چرا داره قهوه خونه رو بستن؟ با نظرم قنده چاییش هم تمام شده. برای قنده چایی که قهوه خونه رو نمیبندن، حتما زغال سماورش رو تمام شده. سلام علیکم باجی. ببخشید ابجی، شما نمیدانین چرا داره قهوه خونه رو بستن؟ مگه شماها نمیدونین؟ چی رو نمیدانیم؟ که فاتی مرده. چی؟ بله اون الان زیر خروارا خاک خوابیده. اون امروز صبح رفت. فاتیجه سلام، بهتر از جانم. بلنشو ببین کی آمده. حکیم نوشی، حکیم نوشی تو. نگاه کن برات خلخال آوردم که به پاهای قشنگت ببندی. بلنشو با من حرف بزن، بخند بخند، بزن صدای خنده تو این هوا رو پر بکنه. بخند بخن. Thank you.
ترکیدن تمومش کنیم. چقدر میخوایی گلی جو بشینیم و قصه بخوریم؟ گوش کن گلی جو، تو باید در قهوخونه رو باز کنی. با این کارو خدا بیامرز که زنده نمیشه. نه، من دیگه تصمیم خودم رو گرفتم. شد بابا این چه جور زدنیه؟ تو چرا صدای گاو در میاری؟ باره پس من چی کار بکنم آخو قربان؟ نازوک میزنم میگی صدای خروس در میاری، کلوفت بزنم میگی صدای گاو در میاری، من چه خاکی بزنم من بریزم؟ الان بهت میگم این دست منو نگاه کن. هر وقت من دستمو میارم پایین تو هم بیا پایین. هر وقت میبرم بالا تو هم برو بالا. این آشفل بگو دیجن یالا مطلع کن بیرم. حاضری سمر بکن. حاضری شلوق کن کن اما مجم چه در رجم بزاق مدر ای خدا باره بابا خدا پدرت بیامرزه. تو که من خوشتی با این تمرین کردن تو نفس باز خدم اگر این طولومبه میزنه برای من باد کردن خودت خنگ و بی استعدادی به اموتقی چیه؟ حالا استعداد منو نگاه کن ببین چی میزنم. بخ بخ
بکنی. واقعا شاهکار کردی. رسمی همون دقی؟ آگه پس باری گله با ما. عرض بکنم جناب عمو تقی. دستتو وردار. عمو تقی جان، ما که میتوانیم بریم پشت رادیو بزنیم که مردم از صدای سازایی ما لیزت ببرن؟ همین الان. مرگو من؟ بله، رادیو تو اتاقه، بریم پشتش وایسیم تا دلتو میخوا بزن چشتو گوشه. حالا دیگه نوازنده های به این خوبی رو مسخره میکنه. راست میگوید. گوش کنیم ببینید چی میگم. بفرمایید. من تصمیم دارم یه ارکستر 3 نفره درست بکنم. اون وقت هم میتونیم تو کافه ها کار کنیم، هم تو عروسی ها و مهمونی ها. درست. قرارداد ما تکلیف چیست؟ راستی گلی کجا؟ رفته آهنگای من صفو بکنید. معلوم بودی رفته تو خیابان دنبال علی بگردد. گوش کن پسرم، تو برای گلی هر کاری میتونستی کردی، براش نامه نوشتی، به محلش رفتی، ولی فایده ای نداشت. انگار قسمت نیست به هم برسیم. تقصیر منه پدر، من باید زودتر میرفتم سراغش. در هر حال کاریه که گذشته، نباید افسوس خورد. من دیروز رفتم محضر، خونه بغلی مرتضاخان رو برات اجاره کردم. من به این نتیجه رسیدم که تو با دختر مرتضاخان عروسی کنی و یه سر و سامونی به زندگیت بدی تا منم با خیال راحت به شهرمون برگردم. با مرتضاخانم راجع به موضوع صحبت کردم، خیلی خوشحال شد. نه پدر، من نمیتونم این کارو بکنم. من و گلی برای هم قسم خوردیم که هیچ وقت همدیگه رو فراموش نکنیم. من اگه شده تمام این شهر رو زیر و رو کنم، اونو بالاخره پیدا میکنم. من غیر از اون به کسی دیگه نمیتونم عروسی کنم. من بدون گلی نمیتونم زنده باشم. چی داری میگی؟ این من بودم که در تمام این مدت چشم به راه تو بودم. اقلا 20 تا کاغذ برات فرستادم، ولی تو یکیشو جواب ندیدی. اومدم محل سراغت، گفتن قهوه خونه رو فروخته و رفته تهران. حتی آدرسم نذاشته بودی که بتونم پیدات کنم. راست میگی؟ دروغم چیه؟ برای چی جواب کاغذهای منو ندیدی؟ برای اینکه اصلا کاغذی به دست من نرسید. اما اینا مهم نیست، مهم اینه که تو هنوز منو دوست داری، مگه نه؟ از جونم هم بیشتر. راستی من از اون پیش آمد خیلی ناراحتم. فاتی رو میگم، اون خودشو فدای من و تو کرد. شما اینجا این بچه ها؟ آه این پدرمه، بیا با هم آشنا بشیم. سلام آقا. سلام دختر. به سلیقت تبریک میگم، دختر خوب و قشنگیه. من کنیز شما. نه، تو دختر منی، عروس منی. با اومدن تو به خونه دل پسرم، چراغ امید منم روشن شد. میدونین آقا، من پدر ندارم، مادرم ندارم. شما اگه قبول کنین، من میخوام از امروز به شما بگم پدر. آه دخترم، تو از امروز جزئی از زندگی منی و هر کاری میخوای بکن. اصلا چرا وایسادین؟ چرا کاری انجام نمیدین؟ شماها باید یواش یواش به فکر زندگیتون باشین. من میرم لوازم خونه رو درست بکنم، تو هم گلی رو بردار ببر بازار و هر چی دلش میخواد براش بخر. میخوام عروس من تو این شهر بهترین لباسا رو بپوشه، قشنگترین جواهرات رو به خودش بزنه. دیالا تکون بخور. این حرفا چیه؟ ما سعادت پسر تو رو میخواییم. جون شما عین حقیقته، مخصوصا که علی آقا تو این جریان حق داره. در هر حال شماها دوستی رو در حق من تموم کردید، من از شماها خیلی ممنونم. خب من دیگه با اجازه میرم خونه رو برای بچه‌ها روبرا. میخوای منم بیام؟ نه راضی به زحمت شما نیستم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ شما. خوش اومدین. ایوا چایی براتون آوردم. ممنونم خانم، صبر شد. خداحافظ شما، خداحافظتون کنه. خیر پیش.
من اصلا آدم بدبخت و بدشانسی هستم. دشمنت بدبخت دختر؟ خیال میکنی علیاش دهنسوزیه؟ نه بابا، ما فقط پولشو میخوایم، تمام این کارام واسه همینه. ولی به نظر من همه چی تموم شد. راست میگه، با اومدن این دختر هرچی رشته بودیم پنبه شد. باید دندون تمر رو بکنیم. این حرفا چیه با؟ تا اینجا رسوندیمشون وقت قیدشو بزنیم. آخه اگه علی نخواد به زور که نمیشه. علی کیه؟ کلک پدر و پسر رو میکنم. اون وقت تمام ثروت به کی میرسه؟ اگه پسرم نبودی بهت میگفتم حروم زاده. راستی عمو تقی، میخوام ازتون اجازه بگیرم گلی بیاد خونه ما زندگی کنه. آخه قبل از عروسی باید یه سر و صورتی به زندگیمون بدیم. درسته، ولی فکر نمی‌کنین که مردم چی میگن؟ من که تنها نیستم، فعلا پدرم هم تو همون خونه با ما زندگی میکنه. تازه ما حکیم باشی و رشیدم با خودمون میبریم. خب اگه اینطوره اشکالی نداره. میگم چطور شما بیاین با ما زندگی کنی؟ نه راست میگه عموجون، بهمون خیلی خوش میگذره. نه دخترم، من به تنهایی عادت دارم. شماها بریم، امیدوارم خوشبخت بشی. قربونت برم عموجون. پس با اجازهتون ما زودتر بریم خونه رو مرتب کنیم. بذارینش عموجون. پسره چه دم و دستگاهی داره براش میچینه؟ من داغ این زندگی رو به دلشون میذارم، مخصوصا که این دختره بعد جوری تو رو حالی با حالی کرده. خب اگه ازش خوشت میاد چرا نقشه‌ای که کشیدی اجرا نمی کنی؟ فردا شروع میکنم. منم درسمو فوت آبم، فقط فکر میکنم اون دو نفر مزاحم باشن، چون علی و پدرش که تو خونه نمیمونن، ولی اون دو نفر یه دقیقه گلی رو تنها نمیذارم. به موقع سرشون رو به تاق میکنم، کاری میکنم که فردا شب دست پاشو بوس گردو گیر کنم. منم فردا اولین تو رو پن میکنم. همه اینا رو علی برام خریده. نگاه کن، پیرنی، چادری. راستی این گردنبند بهم میاد. خیلی قشنگه. خوش باحاله. علی آقا واقعا تو رو دوست داره. خب منم اونو خیلی دوست دارم. باید هم داشته باشی. تا اگه جونت هم فدای اون کنی کار مهمی نکردی. ولی حیف که چی؟ هیچی، ولش. نه، تو رو خدا بگو، انگار می‌خواستی یه چیزی بگی. چیزی نیست، بیترسم ناراحت بشی. از حرف تو که ناراحت نمیشم، بگو. خیلی خوب، میگم. گوش کن گلی، من تو رو مثل خواهرم دوست دارم. دلم میخواد تو علی آقا واقعا خوشبخت بشی. خب حالام هستی؟ البته، ولی باید یه کاری کرد که این خوشبختی دووم داشته باشه. چطور مگه؟ یعنی ممکنه؟ خب بله، تو رسم تهرون رو نمیدونی. اگه یه زن کاملا مطابق مل شوهرش نباشه، فوراً دلشون میزنه. منظور چی؟ ببین، مثلا تو اگه ندونی چجوری خودتو بزک کنی یا سرتو چه شکلی درست کنی، علی آقا خیلی زود ازت خسته میشه. مگه من همینطوری که هستم عیبی داره؟ خب بله، تو باید تمام کارهایی که زنهای شهری میکنن یاد بگیری. لباسهای مد روز بپوشی، آرایش کنی، سینما بری، تئاتر بری، تا بتونی علی رو همیشه واسه خودت نگه داری. آخه من که از این کارا بلد نیستم. مثلا گفتی کجاها باید برم؟ سینما، تئاتر، آرایشگاه. ببین گلی جون، من چون تو رو مثل خواهرم میدونم، حاضرم همه اینا رو یادت بده. راست میگی؟ البته. همین امروز اول میبرمت آرایشگاه، بعدم با هم میریم سینما. وای چه خوب. پس زود باش رابیوف بریم. ولی بهتره به علی بگم. لازم نیست، رابیوف بریم. خیلی خوب بریم. چه بیان دیگه؟ دست بچه به پول داریم. اومد منو نندازه. بذارش پایین. میخواییم بگم بیاد سر می؟ اکبر جنب مرگ تو اگه این کارو بکنی اتا عمر نگیم. باشه، وقتی از پشت سن اومد بیرون میگم بیا دین. اکبر آقا، با مرگ تو من رشید خان حاضریم هر شب در خدمت جناب علی باشیم، مخصوصا که هر شب یه دست لباسان برمون بخریم. بابا دهنته، تو چقدر پرتمه ایره؟ امشب اکبر آقا به خاطر اینکه ما ستایی هم رنگ باشیم ما یکی یه دست لباس برای ما خریده. حالا تو به خاطر این کلکا میخوای مغازه لباس فروشی باز بونی؟ بس تو پابره نپرده تو حرف ما. خیلی خوب، با هم دعوا نکنه. شما هر چی بخوای من برای تو میخرم. پولمون نداریم. من دارم، خفش نکن. های مستخدم، بالاگا فرمایشی داری؟ بالاگا فرمایشی داریم. ببینم باقلاقا توق نداری؟ چی فرمودی؟
میرزا قاسمی بغلغا توغ نداری؟ نه قربون نداری. خیلی خوب، سه چهت از این مرغای سیخ کشیده، شیش هفتم از این شیشه پر بردن. چند تا شیشه؟ بله دیگه واسه نگاه میکنی بری رو جوش دیگه لعنت. از ما درزی آرام عرضه تا هشت و نه و ده بیا گواه سرطور شده امشب و فردا اونا رو پیش خواهید نگردی. چشکر آقا خیالت راحت باشه. قربونت تو من دیگه باز برم، اگه پرسیدم بگو برمیگرده. خیالت ها خوش هست. قربونت برم الهی، شبت بخیر. مگه دیوونه شدی؟ چرا لخوه گرفتی؟ داری میاد. چرا نشسته؟ پاشو برو بیرون. خاک بر سرت کنم، الان آبرومونو میبری. پاشو برو بیرون، اگه که به پس نشونت میدن. خاک بر سر بی تربیت. ایک میری. چی شد گلی جون؟ هیچی، کار بی تربیتی کرد. بیا بریم بلش کن یلا. سلام علیکم. یه بالا بفرمین گوری خانم. آخه غریبه که نیست داداشم، یال سوار شد. بفرمین. علی جون نمیدونی؟ تو با اجازه کی خودتو اینطور جلف درست کردی؟ جلف؟ من همه این کارا رو برای تو کردم. ببینم مگه خوشت نیومد؟ خیلی خب بس دیگه. تو این وقت شب کجا بودی؟ با اکبر کجا رفته بودی؟ با زهره رفته بودیم سینما. اکبرم باهاتون بود؟ نه، وقتی از اونجا اومدیم بیرون دم در دیدیمش. من نمیخواستم سوار ماشینش بشم، زهره گفت. ببینم علی جون. من کار بدی کردم. گوش کن، تو این شهر و مردمش درست نمیشناسی. نمیدونی زیر بعضی از این لباسا چه گرگایی خوابیده. تو هنوز مثل گلای صحرا پاک و دست نخوردی. برای همینه که ارزشت از تمام دخترای رنگ و روغن زده بیشتره. من تو رو همونطور که بودی میخوام، ساده و بی آلایش. حالا قول بده. چشم، قول میدم. ولی من طلبت بفرما بفرما تو دم در باتو آمن رشی جان جانت جمال هیچ میدنی ما الان وارد کجا شدیم؟ الان ما وارد بهش شده این راست میگی؟ بس بریم عوضی آمدیم گلی جان دل واپسه اونجا رو چرا وایسادیم؟ بیا این جلو آمدم قربان جون اونجا قدقنه اون مال منه تو برو باز خودت یکی رو پیدا کن تو نرو این دفعه دیگه موضوع رقابته حواست جمع کن نفهمیدم این دختر از تو خواه قدرقه من شده باشه خب دعوا نکنین من واسه هر دوتون نمیرم جان من پس چیز کن دوزه آره میدونم خودم باره اوزت چقدره؟ همه رفتن خودش تنها بس باز دست به کار بشین تو که درست تو روونی و از طولام گفتی چی کار بکنم آره ولی نمیدونم چرا دلم شور میزنه ببینم تو مطمئنی که نقشه صد درصد امروز این غزال وحشی تو چنگ من دست و پا میزنه موسیقی
زود باشین را بیفتین. باز بریم پیش علی آقا. چی شده مگه؟ والا چی بگم؟ البته ناراحت نشین. چیز مهمی نیست. چی شده؟ برای علی اتفاقی افتاده؟ چی بگم؟ وقتی بیاین همه چی رو می‌بینین. بذار زود باشین تا دیر نشه باز بریم. خودت بهم کمک کن. من که دارم دیوونه میشم، تو رو خدا یه چیزی بگی. من از دو ندارم چیزی بگی. علی آقا خودشون واسه تو میگم. گالی؟ گلی خانم اینجاست؟ گلی خانم؟ آخ ماما اینجا خندیده. برای چی میخندی؟ آخی شما خودتون بهتر میدونید. چی رو میدونن؟ که با اکبر آقا رفت که گدر درست حرف بزن احمق. اصلا به من چه مربوطه؟ نه یه دقیقه صبر کن صبر کن. بیا حالا بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که نیفتاده. گلی خانوم به اکبر آقا گفت من گلم خیلی گرفته، یکی با ماشینت منو ببر بیرون بگردون. بله اکبر آقام بردش باغ نیاورون که گلش باز بشه. زهر خانم کجاست؟ صبح رفته خیابون هنوز بر نگشته. اونا حلالزاده هست اومدش. خودشی نگاه کن. سلام علی آقا. چه عجب بفرمی. خیلی متشکرم. ببینم شما این جریانو میدونی؟ کدوم جریان؟ که اکبر گلی رفتن باغ نیاورون. نه من نمیدونم. کی به شما؟ من بهش گفتم. من خودم با گوشای خودم شنیدم که گلی خانم به اکبر آقا گفت منو ببر گردش. توف لجنه کسافت. حیف شما نیست که میخوان یه همچین زنی رو بگیری؟ شما میدونین اون باغ کجاست؟ بله آخه مال یکی از فامیلامونه. برم کن چیزو میدونم. اینا هم میدونم که به هیچ کس نباید اعتماد کرد، مخصوصا به امثال تو. به خدا تو داری اشتباه میکنی. اسم خدا رو نبر.
خجالت نمیکشی با اون دهن نجستت که بوش حال آدمو به هم میزنه اسم خدا رو به زبون میاری؟ علی! دختری رو که مثل فرشته های آسمون پاک و معصوم میدونستم ببین از کجا سر در آورده. ای خدا! خودشو! نمیتونم، نمیتونم. لعنت رو، لعنت این زندگی. آخه چرا باید تو سر راه من قرار بگیری؟ چرا باید به تو دل ببندم؟ چرا؟ تو لیاقتشو نداری؟ تو نباید از یه دختر قویچی که معلوم نیست هر روز با چند نفر سرکار داشته بیشتر از این انتظار داشته باشی. به من تهمت نزن. چرا نزنم؟ تو باعث شدی که برادرم به این حال بیفته. از اون گذشته حیفت نیمد با جوونی مثل علی آقا یه همچین معامله‌ای بکنی. شما هر چی میخواین به من بگید، ولی من پاکم. اون به من کلک زد، دروغ گفت، منو با حق بازی به اینجا آورد. علی، تو باید حرفای منو باور کنی. تو نباید با چشم بد به من نگاه کنی. به خدا من میگناهم، قسم میخورم. دیگه همه چی تموم شد. تو منو بین مردم سر شکسته کردی. بهتره برای همیشه همدیگر رو فراموش کنیم. برای همیشه. سلام. ببینم این چه سراوازیه؟ دیگه همه چی تموم شد، دارم میرم پیش عمو تقی. ببینم تو چیزی از این جریان نمیدی؟ منم نفهمیدم. باید دو مرتبه برگردیم با عمو تقی تمرینه بشه و بشه خنده داره بکنم. من دختری که من میشناسم محالی همچی کاری کرده باشه. چی میگی پدر؟ من خودم دیدم با این دوتا چشما. بازم ممکنه اشتباه کرده باشی. آخه رفتن توی اون باغ دلیل کار بد نمیشه. مشروب خوردن و بدن نیمه لختم دلیل نمیشه؟ والا نمیدونم چی بگم، ولی از گلی نمیشه این کارا رو باور کرد. یعنی دختره ممکنه به این زودی رنگ عوض بکنه؟ اونم تا این حد؟ حالا که دیدی عوض کرد، بیشتر از اونی که فکر میکردی. کن پدر، من تصمیممو گرفتم. میخوام با دختره آقا مرتضی عروسی کنم. چی؟ گرم کنیم، ما باید بریم. اولا برای دلخوشی منم که شده یه لبخند بزن. آخه امشب شب عروسی ماست. من زن تو هستم. من که از اول بهت گفتم فعلا غیر ممکنه من یه شوهر خوبی بتونم برای تو باشم.
یا هیچ گونه روابط زن و شوهری با تو داشته باشم. نمیدونم، تو هنوز اون دختره رو دوست داری؟ خواهش میکنم زهره، بذار راحت باشم، به من مهلت بده، شاید زمان همه چیز رو عوض کنه. خب تو این قور میشه همش تقصیر من. اگه من میدونستم که عروسی علیه، باعث ناراحتی تو نمیشدم. تازه کسی هم که ما رو دعوت کرده اصلا من نمیشناسم. عیبی نداره عمو جون، هرچی بود گذشت. من خیال میکردم اگه تو رو با خودم به این عروسی بیارم شاید یه خوده غم و غصه تو فراموش بکنم، ولی گردنم بشکنه. چه کاری کردم؟ ماره بکن، هنوز جایی نشستن ما گرم نشده، باید برگردی. چقدر قور میزنی، کارتو بکن. چش. میدونین بچه ها، من راضی نیستم شماها بیاین. چرا؟ من خودم تنهایی میرم، شماها که نباید با آتیش من بسوزید. این حرفا چیه تو میزنی؟ من با خودم منظوری نداشتم، من حاضرم این جهن نقابل منو فدای تو بکنم. ممنونم، تو خیلی مهربونی. قربان تو برم الهی. بابا جان کارتو بکن، قطار الان یه ساعت دیگه حرکت میکنه. لا اله الا الله، یه دفعه دیگه اگه حرف بیجا بزنی همچو با این مشت میزنم به کجا؟ به مغز خودم، به مغز خودم، به مغز خودم. نهار میای؟ نه، شما نهارتون بخورید. آرسته گوش کن، بابام حالش خوب نیست، تا بیدار نشده صداش نکن. باشه؟ باشه. سلام علیکم. سلام، بفرمایید تو. سلام داداش جون. سلام جی، چطوری؟ خوبم. میزونی یا نه؟ صبحونه خوردی؟ آره، کله پاچه زنم. پس چایی که میخوری؟ نه، بعدم نمیاد. بیا تو الان درست میکنم. برو درست کن. ترکی تو چرا جوش نمیای؟ آخه اینم شد شوهر، نه به من نگاه میکنه نه با هم گرم میگیره. ببینم پس تمام اون نقشه رو برای چی کشیدی؟ ای بابا، مثل که تو اصلا از محل پرتی. ببین اگه قرار باشه اینجوری زندگیم پیش بره قید همه چی رو میزنم. گوش کن خواهر، بس چایی رو دم کنم الان برمیگردم. میدونی داداش جون؟ ببین آبجی، ما همه این کارا رو واسه پول اینا کردیم، نه روسی تو علی. چی میگی داداش؟ اینا مثل گرد رو پولاشون خوابیدن، کجا به دست ما میرسه؟ هنو دیر نشده، من که تا اینجا رسوندم باقیشم تموم میکنم. بس یه مدتی بگذره هر دو رو میفرستم که عروس محله، بعد تمام دار ندارشون رو بالا میکشم. بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد. اگه خورده دندون رو جگر بذاری درست میشه. میترسم تا اون وقت دقمرگ بشم. بلای ناگهانی، چه اتفاق شومی. باید این اتفاق می افتن. از قدیم گفتم چوب خدا صدا ندار. منظور چی؟ خودم بهتر می دونم، بچه های من به تیر قیب گرفتار شدن. کجا هستن؟ زهره کن تو اتاقه، نگفت میخواد باید حرف بزنه.
زهره، زهره اومدی؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم علی، میخوام حقیقت رو برات بگم. حقیقت؟ آره، شاید باره گناهام کمتر بشه و راحت تر بمیرم. گوش کن، گلی بیگناهه. من و اکبر باعث بدنامی اون شدیم. بفرمایید، علت مسمومیت معلوم شد. چطور؟ ملاحظه بفرمایید، تو قوری یه دونه عقرب افتاده. عجیبه. باور کن گلی، از گلم پاکتره. علی، ازش بخوا منو ببخشه. شاید خدا از گناهامون بگذره. من که اصلا سردر نمیارم، نمیدونم بیمارش چیه، ولی هرچی هست داره مثل شم تمومش میکنه. یعنی شما نمیتونین این کاری براش بکنی؟ فعلا این دواها رو بهش بدین. بفرمه اگه به هوش بیاد خطر رفت میشه. در هر حال خدا باید بهش کمک کنه. خیلی ممنون. بعد از ظهر بازم من یه سری بهش میزنم. ای خدا، فعلا خدا حافظ. قربان قدمت. خدا حافظ شما. ای دختر، قربون شما. گلی، سلام. گلی، گلی منم علی. چشماتو باز کن. اومد از در